ادامه روند جستجو و امداد در زندجان هراد دکتران بدون مرز آمار کشته شدگان را دونیم هزار نفر اعلام کرد ولی سازمان ملل متحد می که یک تن در این رویداد کشته شدن سلام بر شما وقت بخیر امروز سوم اکتبر 2023 میلادی و هجره همه میزان 1402 هجری شمسی است هرات و هراتیان همچنان در شب هنوز ده ها نفر مفقودند و شاید زیر آوار روند امداد هنوز جریان دارد ولی دیگر امید برای زنده پیدا کردن افراد از زیر آوار وجود ندارد. دیگر تلاش ها برای پیدا کردن اجساد است نه نجات جانیانان. امروز سازمان ملل متحد و دکتران بدون مرز دو آمار متفاوت از قربانیان هرات را منتشر کرد. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که شمار جان باختگان زمین لرزه در زندهجان هرات به 2445 نفر میرسد و آمار زخمیان نیز 2440 نفر از سوی این نهاد اعلام شده است. این نهاد بینانیدلی پس از چاشت امروز شنبه 18 همه میزان با نشر گزارشی که در صفحه اکس یا تویتر سابقشان منتشر شده است تایید آمار تلفات این زمین لرزه را همچنان چالش برانگیز خوانده و گفته است که این آمار ممکن است تغییر کند. صبح امروز دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر سازمان ملل متحد در افغانستان اما آمار متفاوت از شمار جان و قربانیان این رویداد اعلام کرد. این نهاد گفته بود که در این رویداد 1294 نفر کشته شدند و 1688 نفر نیز زخمی شدند. دکتران بدون مرز در گزارش خود ما گفته است که تیم های نهاد در شفاخانه ولایتی هرات تاکنون 540 نفر را درمان کرده است. این نهاد گفته است که دیروز دیروستیم را برای ارزیابی ایران کمک های بیشتر و اولیه صحی به مناطق زلزله زده در خارج از شهر هیرات نیز فرستاده است در گزارش نهاد آمده است که دیروز 340 نفر از زخمیان زلزله هرات از شفاخانه ولایتی رخصت شدند ولی این افراد چون سرپناهی نداشتند و خانه ویران شدند نمیخواستند شفاخانه را ترک کنند این دکتران با اشاره به این موضوع گفت است که فعلا نیاز فوری مردم به سرپناه است و افرادی که از شفاخانه رخصت می شود باید برایشان سرپناه آب و غذا تهیه شود قابل ذکر است که زمین لرزه با قدرت 6.3 درجه ریشتر روز شنبه هفته جاری ولسوالی زندجان و شمار دیگر از ولسوالی های این ولایت و ولایت های همجوار را لرزان این زمین لرزه حتی در مشهد ایران نیز احساس شده بود این زمین لرزه با پس لرزه های متعدد همراه بود که با افزایش تلفات و خسارات همراه شد و مردم را بیشتر نگران کرد. تاکنون بیش از ده پس لرزه در هرات ثبت شده است که دو پس لرزه آن به شدت نگران کننده بود که قدرت آن تقریبا 5.1 درجه ریشتر گزارش شد. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به تلفات و خسارات این زمین لرزه گفته است که در مناطق زلزله زدن نیاز بسیار زیاد است. سازمان ملل متحد نیز در نشست اخیرشان به احترام قربانیان این رویداد یک دقیقه سکوت کردند کمک های مردمی و برخی کشورها از جمله ایران و ترکیه و پاکستان نیز به محل رسیده است ایران گفته است که تیم های تخنیکی را نیز برای پیدا کردن قربانیان از زیر آوار فرستاده مردم از نقاط مختلف کشور برای کمک به زلزله زدگان به هیراد رسیدند و از روز اول تا به حال در جستجوی افراد و قربانیان تلاش کردند اردو مہیراتم هنوز در شوک و نگران هستند هزاران نفر شبانه از ترس زلزله در کوچه و پس کوچه ها و حتی خیابان ها میخوابند